رهبر انقلاب انتخابات ماه آینده را مهمترین مسئله کنونی کشور خواندند و با اشاره به تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت این رویداد خاطر نشان کردند. در این انتخابات یک نفر با رأی ملت مدت 4 سال بر سرنوشت و مسائل عمده کشور حاکم می شود. اما برخی تصمیمات و کارهای خوب یا غیر خوب این فرد می تواند حتی در 40 سال آینده بر کشور تأثیر گذار باشد و این واقعیت نشان می دهد که انتخابات ریاست جمهوری چقدر مهم است. انتخابات امسال اهمیت مضاعف دارد. من به شما عرض کنم برادران عزیز، خواهران عزیز، همه ملت ایران، امروز انتخابات شما که حدود 1 ماه دیگر انجام خواهد گرفت به یک موضوع مهم بین المللی تبدیل شده است. این رو بدانید. دستگاه‌های فکری، اتاق‌های فکر دنیا به قول خودشون نشستند رصد می‌کنند مقدمات این انتخابات را، این حادثه بزرگ را دارن نگاه میکنن، نقشه هم دارن، هدف هم دارند. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه دشمنان در قبال این انتخابات اهدافی کاملا مغایر با اهداف ملت ایران را دنبال میکنند افسودند: مردم ایران به دنبال فرد اسلحه‌ای هستند که کشور را با سرعت بیشتری در عرصه‌های مادی و معنوی به پیش ببرد و ضمن حل مشکلات موجود و ایجاد زندگی بهتر و مرفه‌تر، عزت و استقلال ایران را در پرتو شور و شوق و امید مردم ارتقا بخشد. ایشان افزودند: اما دشمن به موازات تلاش برای سرد کردن انتخابات دنبال فردی است که این مختصات را نداشته باشد و ایران را به وابستگی، ضعف، عقب ماندگی در عرصه‌های مختلف و قرار گرفتن در مسیر سیاست‌های بیگانگان بکشاند. دو تا هدف در مقابل هم قرار دارد: هدف ملت ایران، هدف جبهه دشمنان. هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ با دو عامل این هدف تأمین می شود. یک عامل این است که انتخابات گرم و پرشوری باشد، افراد زیاد شرکت کنند، مردم با شور و شوق حرکت کنند، شرکت کنند، بیان پای صندوق ها. دوم این که این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم، مؤمن انقلابی، با همت جهادی. با این دو چیز مقصود ملت ایران حاصل میشه. مقصود دشمن چه جوری حاصل میشود؟ مقصود دشمن با این حاصل میشود که انتخابات اولا سرد برگزار بشود، مردم بی رغبت باشند، عده کمی شرکت کنند، یه عده بگن آقا چرا شرکت کنیم، فایدهش چیه، ما نمیخوایم بیاییم. این دشمن رو خوشحال میکنه. ثانیاً نتیجه‌ای که از صندوق‌ها بیرون میآید نتیجه‌ای باشد که دولت را، ملت را، به تبع دولت ملت را به سمت وابستگی بیشتر، به سمت تبعیت بیشتر، به سمت قرار گرفتن در سیاست‌های دشمنان قرار بدهد. دشمن اینه میخواد. پس ببینید صحنه روشنه. معلوم از شما چی میخواهید، معلوم از دشمن چی میخواد. حضرت آیت الله خامنه ای با استناد به عملکرد هفته های اخیر شبکه بزرگ رسانه ها و خبرگزاری های صهیونیستی افزودند: بحرانی جلوه دادن اوضاع کشور، بزرگ نمایی مشکلات، الغای یأس و ناامیدی درباره حل مشکلات و تاریک جلوه دادن آینده ملت از جمله روش‌هایی است که شبکه بزرگ دروغ پردازی و تحریف برای بی‌رونق کردن انتخابات ایران در دستور کار خود قرار داده است. رهبر انقلاب در همین زمینه افزودند: البته مشکلاتی مانند گرانی و اشتغال در کشور وجود دارد،
اما کدام کشور است که بدون مشکلات باشد؟ و آیا فریاد کشیدن هر روزه مردم اروپا در خیابانها نشانه این نیست که کشورهای اروپایی تا خرخره در مشکلات فرو رفتند؟ حضرت آیت الله خامنه‌ای در مقایسه اوضاع ایران و کشورهای دیگر افزودند: کدام کشور از استقلال ملی و انسجام و وحدت ملت ایران برخوردار است؟ کدام کشور این همه جوان بانشاط دارد که میدانهای عظیم علمی را فتح می کنند؟ کدام ملت توانسته است از اهمیت و عظمت و تأثیرگذاری ملت ایران در حوادث منطقه‌ای و جهانی برخوردار شود؟ و کدام ملت توانسته است همچون مردم ایران عزیز همه خباثت‌های دشمنان را ناکام بگذارد و سرفراز و امیدوار به راه خود ادامه دهد؟ ایشان پس از تشریح صحنه رویارویی سیاسی ملت و جبهه ضد ملت در انتخابات تأکید کردند مردم بدانند که حضور پرشور و پر رونق در انتخابات موجب مسئولیت کشور و کاهش طمع بیگانگان برای دستاندازی و خباثت می شود. رهبر انقلاب در توصیه مؤکد به مسئولان، فعالان سیاسی و کسانی که تریبون در اختیار دارند افزودند: به مردم امید بدهید، چرا که واقعیات کشور و عزم و اراده ملت هر انسان منصفی را به آینده امیدوار می کند. ایشان در نوعی جمع‌بندی درباره نتیجه رویارویی ملت و دشمنان در عرصه انتخابات افزودند: اونطوری که ما ملت خودمون رو تجربه کردیم، اونطوری که لطف و فضل الهی را آزمودیم مکرر، این ملت در این نوبت هم مثل نوبت‌های قبل مشت محکمی به دهان دشمن خواهد زد. رهبر انقلاب در ادامه سخنان خود در نگاهی اجمالی به معیارهای انتخاب نامزد اصلح گفتند: تا قبل از انتخابات در این زمینه نکات لازم را بیان خواهم کرد، اما نکته مهم این است که برای انتخاب خوب و درست باید معیارها را شناخت و با مشورت و تفکر و دست یافتن به حجت شرعی نامزد اصلح را انتخاب کرد. اجمالاً معیار اصلی این است که کسانی سر کار بیان که همتشون بر حفظ عزت و حرکت کشور در جهت هدفهای انقلاب باشد. اینجوری باید باشه. اهل استقامت، اهل ایستادگی، زرهی پولادین از یاد خدا و از توکل به خدا بر تن خودشون بپوشن، وارد میدان بشن. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به لزوم دقت در شعارهای نامزدها خاطر نشان کردند: گاه برخی برای جلب آرا شعارهای خارج از حدود اختیارات رئیس جمهور و امکانات کشور مطرح می‌کنند، اما مردم با هوشمندی دنبال کسانی هستند که شعارهای مبتنی بر واقعیات می‌دهند و برای حل مشکلات و فوریت‌ها روش‌های متناسب با سازوکار کشور را پی می‌گیرند. رهبر انقلاب با اشاره به آمدن افراد متعدد به صحنه نامزدی انتخابات افزودند: شورای محترم نگهبان که از انسان‌های پرهیزگار، متقی و آگاه تشکیل شده، بر اساس وظایف قانونی خود کسانی را که برای ریاست جمهوری صالح هستند به مردم معرفی می‌کنند و مردم از میان نامزدهای معرفی شده کسی را که صالح‌تر است و بیشتر به درد ملت می‌خورد انتخاب خواهند کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای بار دیگر بر پایبندی و تبعیت کامل از قانون تأکید کردند و افزودند: عمل به قانون معیاری بسیار خوب و وسیله‌ای برای آرامش و آسایش ملت و حفظ وحدت ملی است و به هیچ دلیلی نباید کسی از آن تخطی کند. ایشان حوادث خسارتبار سال 88 را نتیجه تخطی و تخلف عده‌ای از قانون برشمردند و افزودند:
آنها برای اغراض نفسانی یا اهداف سیاسی یا هر هدف دیگر راهی خلاف قانون رفتند و ضمن صدمه زدن به خودشان و به ملت و کشور نگذاشتند مردم طعم شیرین آرای 40 میلیونی را به خوبی بچشند و احساس کنند. حضرت آیت الله خامنه ای تسلیم در مقابل قانون را تنها راه صحیح خواندند و افسودند گاه قانون 100% صحیح نیست اما از بیقانونی بهتر است. ایشان افسودند ممکن است از مجری قانون در یک بخش خطایی هم سر بزند اما اگر نتوانیم از راه قانونی آن خطا را اصلاح کنیم تحمل آن از بیقانونی و عمل خلاف قانون بهتر است. ایشان داشتن حجت شرعی برای انتخاب یک فرد را مایه آرامش دنیوی و اخروی خواندند و افزودند اگر تصمیمی که با حجت شرعی گرفته شده غلط هم از آب درآمد چون انسان به تکلیف عمل کرده سرفراز است. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان ماه رجب را آمادگاهی برای افزایش ظرفیت معنوی خواندند و خاطر نشان کردند اگر در رجب و شعبان توفیق حضور قلب حاصل شد و انسان خود را در همه احوال در محضر علم بیکران الهی یافت حضور پاکیزه در ضیافت بیدریق الهی در ماه مبارک رمضان امکان پذیر خواهد شد. ایشان شرکت قشرهای مختلف مردم به ویژه جوانان در سنت حسنه اعتکاف در ماه رجب را منظره ای زیبا دانستند و افزودند همه برکات و دستاوردهای انقلاب به پشتوانه همین ذخایر معنوی و روحی حاصل شده است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند ایستادگی، شورانگیزی، حرکت آفرینی و قدرت تحسین برانگیز امام راحل عظیم الشأن در مقابل ستمگران جهانی متکی به اشک‌ها، عبادات و مناجات خالصانه ای بود که آن عزیز در نیمه های شب با پروردگار خیش زمزمه می کرد. رهبر انقلاب روحانیت در اسلام را به معنای حضور در همه عرصه‌های زندگی خواندند و با تجلیل از ایمان، احساسات انقلابی و نقش‌آفرینی جوانان کشور در عرصه‌های ملی افزودند حفظ و تعمیق این روحیه ادامه تفضلات و کمک‌های پروردگار را تضمین خواهد کرد.